به نام خداوند جان و خرد، گزین برتر اندیشه بر نگذرد. جماعت عزیز، سلام و یا علی مدد. اسم من مژگان شرین‌زاده عظیمی هست و افتخار دارم که میزبان شما در برنامه با هم به مناسبت عید نوروز در تلویزیون فارسی اسماعیلی هستم. به همه جماعت و اعضای خانواده ایتان که از سراسر دنیا با ما هستید خوش آمدید میگویم. برنامه تلویزیونی با هم که برای نخستین بار به زبان فارسی و دری برای جماعت ما در سراسر دنیا پخش میگردد، شامل برنامه های فرهنگی، اجتماعی، صحی و تفریحی خواهد بود. ما از طریق برنامه با هم که هر ماه یک بار در تلویزیون اسماعیلی نشر میگردد، مهمان خانه های شما خواهیم بود. خرسندیم که اولین برنامه تلویزیونی با هم با لحظه تحویل سال نو مصادف شده است. اجازه دهید اولول سال نو 1400 هجری خورشیدی را به همه شما دوستان از صمیم قلب تبریک بگویم. طور که می دانیم، نوروز جشنواره سنتی فارس زبانان بوده و منعکس کننده آغاز بهار و حیات دوباره طبیعت است. امروز نوروز در بسیاری از کشورهای مانند افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان جشن گرفته می شود. نوروز زمانی است که خانواده ها و دوستان دور هم جمع می شوند تا پایان یک سال و آغاز سال نو را جشن بگیرند. خانواده ها برای صرف غذا و ملاقات در خانه های یکدیگر جمع می شوند. مانند سایر جشنهای فرهنگی، غذاهای خاصی در ایام نوروز تهیه می شود. از جمله غذاهای نوروزی سبزی پلو با ماهی، سبزی چلو و اتاله است. این سبزی ها نشان سرسبزی طبیعت در بهار هستند. آماده سازی برای نوروز چند هفته قبل از سال نو با خانه تکانی بهاری آغاز می شود. یکی از مهمترین سنت های نوروزی درست کردن سفره هفت سین و هفت میوه است که در آن هفت چیزی که با حرف سین شروع می شود در سفره قرار می گیرد. اجزای سفره نماد امید، ایمان، دوستی، زیبایی، سلامتی، برکت، استقامت، صبر، سرسبزی و تجدید حیات طبیعت هستند. همچنین قرآن شریف و دیوان حافظ نیز به سفره هفت سین اضافه می گردد. در ایران خانواده ها منتظر لحظه دقیق آغاز بهار یا تحویل سال هستند. دقایق قبل از سال نو خانواده ها و دوست ها دور هم جمع می شوند و در لحظه تحویل سال به دعا و نیایش می پردازند. بلا فاصله پس از لحظه نوروز افراد خانواده به همدیگر سال نو و روز نو را تبریک می گویند. Thank you.
در افغانستان مردم برای نوروز هفت میوه و سمنک درست می کنند و با آن از مهمانان پذیرایی می نمایند. جشنواره گل سرخ جشن اصلی نوروز هست. این جشن در مزار شریف که با مراسم برافراشتن پرچم مخصوص علم مبارک منصوب به حضرت علی علیه السلام در مزار شریف انجام می شود. این جشنواره در طول 40 روز اول سال تا زمانی که لاله های سرخ در دشت های سبز و تپه های اطراف شهر رشد می کنند ادامه می یابد. مردم تاجیکستان نوروز را عید بزرگ می نامند، زیرا تا فرا رسیدن آن عیدها و مناسبت های دیگری هستند که تجلیل آنها تا امروز نیز ادامه دارد. مقدسترین سنت نوروزی تازه نمودن یا خانه تکانی منزل و سفید نمودن آن است که یکی از آیین‌های پاکیزگی به حساب می آید. آماده شدن برای جشن نوروز مراسم خاصی دارد. در همه خانواده ها نخست نان گندم می پزند، سپس غذاهای متنوع می پزند و به همراه محصولات دستیشان به نوروزگاه می روند. بیشتر طعام های خاص تاجیکستان از آرد و گوشت بوده که در اعیاد، مراسم و مناسبت های گوناگون طبخ می شود. مردم مناطق مختلف تاجیکستان رسوم و غذاهای نوروزی مخصوص خود را دارند. عیز تو نور دل و دیدار ما، گردش اندیشه بیدار ما، عیز تو رویان زمستان و بهار، ای تو گرداننده لیل و نهار، عیز تو تغییر حال و سالها، حال ما را کنت خوشتر حالها. روز نو، سال نو و بهار نوی همه شما مبارک. در حالی که ما و شما در این دوران همگیری فرصت تجلیل از جشن نوروز را مانند گذشته نداریم، اما باز هم بی نهایت خوشبخت هستیم که به طور مداوم از ارشادات مبارک مولانا آذر امام به ویژه به مناسبت نوروز 1399 هجری خورشیدی ارسال فرمودن مستفیض می گردیم. ما و شما همچنین از طریق برنامه های آنلاین و حالا از طریق تلویزیون اسماعیلی با هم هستیم.
نوروز نماد تحول و آغاز جدید است. نوروز فرصت برای تأمل در زندگی است. به ما انگیزه می دهد که به سال گذشته نگاه کنیم. از موفقیت ها و چالش های خود درس بگیریم. ای بلبل خوشگفتار، نوروز مبارک باد. ای عاشقی دلفگور، نوروز مبارک باد. ای چشمه خشکیده، از سردی اثر دیده، جای تو شده سرشار، نوروز مبارک باد. لطف از خدا آمد، نوروز به ما آمد. شکرانه ما بسیار، نوروز مبارک باد. خطلان و بدخشان را، رشتان و زرفشان را، نوروزی کنیم اظهار، نوروز مبارک باد. ای مملکتی تاجیک، ای شش جهتی تاجیک، گلزار شدی گلزار، نوروز مبارک باد. نوروز یکی از کهن‌ترین و بزرگترین جشن‌های بجامانده از دوران باستان هست که از دیرباز تا به امروز در ایران برگزار می شده. این عید از قبل از عهد هخامنش همزمان با فرارسیدن فصل بهار در تمام مناطق مختلف ایران برپا می شده. همچنین آیین‌ها و رسوم خاص خودش رو هم داره. البته که این آیین ها از گذشته تا به امروز با توجه به شرایط اقتصادی هر زمان دستخوش تغییرات شده و این گونه نیست که سنت هایی که ما امروزه داریم و انجام میدیم دقیقا همون چیزهایی باشن که پیشینیان ما انجام میدادن. و اما از جمله آیین های عید نوروز سنت خون تکونی هست که معمولا در هفته های پایانی سال تمام اعضای خانواده دست به دست یکدیگر میدن تا محیط خونه خودشون رو نظافت کنن و میتونیم ببینیم که یک شور و هیجان وصف‌ناپذیری رو در بین خانواده‌های ایرانی ببینیم. و اما سنت بعدی که میتونیم بگیم زیباترین و قشنگترین آیین نوروز هست پهن کردن همین سفره هفت سین هست که معمولاً چند ساعت مونده به تحویل سال ایرانی‌ها شروع می‌کنن به چیدن هفت سین خودشون و تمام اعضای خانواده دور اون جمع میشن تا در کنار یکدیگر سال نو خودشون رو آغاز کنن. اما باورها و تفاسیر متفاوتی از هفت سین وجود داره که برخی بر این باورند که پیش از اسلام اون هفت سین بوده که بر سر سفره ها میذاشتن و یا برخی دیگر معتقدن که هفت سین بوده. هفت سین به این معنی که هفت ماده غذایی سودمند رو از طبیعت جمع‌آوری می‌کردن و با نمادهای مختلف بر سر سفره‌شون قرار می‌دادن. اما بعد از اسلام اون تبدیل به هفت سین شده که امروز ما ایرانیان بر سفره خودمون قرار می‌دیم. اما البته که پرواضحه که امروز بحث بر سر هفت سین یا هفت سین بودن اون نیست، بلکه مهم مواد خوراکی هست که در ظروف قرار می‌دیم. و از اون مهمتر نمادها و سمبولهایی هستند که هر کدوم از این مواد خوراکی دارن و اونها رو بر سر سفرمون قرار میدیم. و اما بعد از روی آوردن ایرانیان به اسلام اولین چیزی که بر سر سفرمون میذاریم قرآن کریم هست. قرآن سمبول توکل و توسل به خدای متعال هستش و سال جدید خودمون رو با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. همچنین درخواست بهترین ها رو از پروردگار خودمون داریم. مورد بعدی که در سفره هفت‌سین تمام ایرانی ها میبینیم آینه ای هستش که خیلی از پیشینیان ما بر این باورن که اونو باید در بالای سفره قرار بدیم به خاطر احترامی که به آینه دارن. آینه نماد پاکی و روشنایی است و با امید به اینکه سال جدید خودمون رو به دور از دروغ و ریا به پایان برسونیم اونو بر سر سفرمون میذاریم. و اما بریم سراغ هفت سین که در سفرمون میبینیم. اولین سینمون و شاید میشه بگیم قشنگترین سین سبزه هستش. سنت سبزه کاشتن یکی دیگر از رسومی هست که معمولاً در دو هفته مونده به عید ایرانی ها از دانه های مختلف غلاتی مثل گندم، جو،
و یه حبوباتی مثل عدس و ماش و این دست استفاده میکنن و این سبزه قشنگ خودشون رو میکارن. سبزه همونطور که از ظاهرش پیداست نماد تولد دوباره، حیات دوباره، زایش و سبزی هست و با این امید بر سر سفره میذاریم که انشالله سال جدیدمون سالی همراه با شادابی، سرسبزی و خرمی باشه. همچنین سبزه میتونه نماد پیوند انسان‌ها با طبیعت هم باشه. و اما سین بعدی میوه بهشتی خوشرنگارو هست که نماد زیبایی و تندرستی است و برای حفظ سلامتی تمام اعضای خانوادمون اونو بر سر سفره قرار میدیم. سین بعدی سفره هفت سینمون سمنو هست. سمنو سمبل خیر و برکت هست و ماده غذایی هستش که اون رو از جوانه های تازه رویده گندم تهیه میکنن. به همین دلیل ماده بسیار مقوی هست و برخی بر این باورن که میتونه نماد فراوانی غذا در سالی که پیش رو داریم باشه. همچنین برای افزایش خیر و برکت در زندگیمون اونو بر سر سفره میذاریم. سین بعدیمون سیر هست. سیر گیاهی است که خاصیت داروی فراوان داره و برای درمان خیلی از بیماری ها اونو استفاده میکنیم. به همین دلیل سمبل تندرستی و سلامت و میکروب زدایی هست و با امید به اینکه سال جدیدمون سالی انشاءالله به دور از بیماری باشه اونو در سفره خودمون میذاریم. و اما سین بعدی سفره هفت سین سنجد هست. سنجد نماد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل هستش. همچنین زایده درختی است وقتی که در بهار بارور میشه عطر دلنگیز اون تمام فضا رو پر میکنه. به همین دلیل برخی معتقدن که میتونه نماد عشق انسان‌ها نسبت به یکدیگر باشه و برای افزایش علاقه بین اعضای خانواده اونو در سفرمون قرار میدیم. سین بعدی سماک هست که سماک چاشنی خوشرنگ و روی به رنگ طلوع آفتاب که سمبل صبر و بردباری است و با امید به اینکه سال جدید رو با نهایت شادی و استقامت در برابر سختی‌هامون آغاز کنیم اونو در سفره خودمون میذاریم. همچنین برخی بر این باورن که سماق هم میتونه نماد عشق و پیوند بین دلها هم باشه. و اما سین آخر سکه هست. سکه همطور که از ظاهرش پیداست سمبل دارایی و رزق و روزی است و برای افزایش خیر و برکت و روزی از طرف خدای متعال اونو در سفرمون قرار میدیم. همطور که در قبل گفتم یک سری تغییرات در سفره هفت سین امروز ایرانی ها وجود داره. از جلوه اون میتونیم سکه رو نام ببریم، چرا که ایرانیان قدیم بر این باور بودند که هفت سین سفره هفت سین باید هفت ماده گیاهی باشه که اون از طبیعت جمع آوری کردیم، ولی با گذر زمان میبینیم که امروزه سکه هستش که وارد سفره هفت سین شده و میتونه بگیم که سکه نماینده فلزات بر سر سفره ما هستش. این بود از هفت سین قابل احترام سفره هفت سین و همونطور که میبینیم یک سری چیزهای دیگه ای هم بر سر سفره ایرانیان وجود داره، از جمله اونها آب و ماهی هست. آب نماد برکت در زندگی و ماهی نماد جنبش و تکاپو و جریان داشتن زندگی در سال آینده هستش. و همچنین تخم مرغ‌های رنگی زیبایی که هر ایرانی با ذوق و سلیقه خودش اونو در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی می‌کنه و در سفره خودش قرار میده که این تخم مرغ‌ها نماد زایش و آفرینش و همچنین نشانه از نطفه و نژاد هست. و اما آخرین چیزی که در سفره میبینیم و شاید بگیم خوشمزه ترین بخش اون شیرینی هستش که نماد شیرینکامی است و با امید به اینکه سال جدید خودمون رو با خاطرات خوب و خوش به پایان برسونیم اونو بر سر سفره قرار میدیم که معمولا بعد از لحظه تحویل سال، بعد از اینکه دعای مبارک تحویل سال خونده میشه تمام اعضای خانواده کام خودشون رو با شیرینی شیرین میکنن. و در پایان دعا میکنیم که انشاءالله سالی که پیش رو داریم سالی همراه با
صحت و سلامتی و به دور از این ویروس همگیر کرونا داشته باشیم. همچنین آرزوی صلح و ثبات و امنیت رو برای تمام افراد جامعه داریم. از این که در نخستین برنامه با هم امرای ما بودید سپاسگزارم و امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما واقع شده باشد. ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های شما در مورد این برنامه هستیم. برای ارسال نظرات خود لطفاً به وبسایت اسماعیلی مراجعه کنید. منتظر دیدار شما در برنامه بعدی با هم هستیم. پس تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.